الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که با در خدمت شما عزیزا قرار داریم از طریق پروگرام تلکاس یا آموزش از راه دور. با امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس از ریاضی صنف 12 تحت عنوان مشتقات ضمنی. ببینید دوستان عزیز، عنوان مشتقات ضمنی. خب قبل از اینکه دوستان عزیز، صفحه 73، خب قبل از اینکه ما درس را تحت از این عنوان برای شما عزیزا بگوییم، یک بار این را معنا میکنیم براتون. مشتقات ضمنی چی رقم مشتقه میگه؟ ما و شما اگر متحول x داشتیم و تابع y، ما y نظر به x به تنهایی که بود بسیار به سادگی مشتق میگرفتیم، کدام مشکل نبود نی؟ به هر شکلش که بود، چی مثلثات چی غیر مثلثاتش. اما اگر دو تا متحول در حال ضرب پولو در پولو به x y یا x مربع y یا y مربع x، اینه طور یک مشتق باز به نام مشتق چی یاد میکنن؟ ضمنی. خب حالا این چی رقم مشتق گرفته شود؟ طریقه دار از خود. به صورت عموم طریقش ای است که اکس ها. اگر نظر به اکس مشتق میگرفتیم، در کتابتان گفته نظر به اکس مشتق بگیریم، وای ثابت فرض کنیم. اگر نظر به وای مشتق گرفتیم، باز اکس ها ثابت فرض کنیم. چطور؟ یک دفعه در مثالش توجه کنید. مثلا ما یک تابع داریم، مثال اولش رو ببینید. y منفی ساین x بر y، متوجه شدین؟ x بر y منفی 1، x بر y منفی 1. این امیر دوستای عزیز، ما میخواییم که مشتق بگیریم، متوجه هستین؟ خب ما وای زبر نظر به اکس مشتق میگیریم. نظر به اکسی گفتیم مشتق میگیریم، وای ثابت فرض میکنیم، وای دیگه باز ثابت سکنین. وای چی میشه دوستای عزیز؟ وای که ما شما ثابت فرض کنیم، مشتق عدد ثابت صفر منفی، اینو ببینید مشتقش نظر به x میشه، x چی میشه؟ یک میشه دوست عزیز نی؟ این طرف که بریم، پس اینطور نشکده میتونیم که ساین یک بر y، یک بر y ساینش مشتقش چی میشه؟ کوساین، کوساین x بر y، یعنی یک بر وای یا منفی، البته منفی هم داریم، منفی یک بر وای کوساین وای مشتقش میشه. اینه در جایش نگاه میکنیم نظر به اکس، نظر به وای که مشتق بگیریم دوستای عزیز، ام دفعه وای زبر نظر به وای، ام دفعه اکس ها شما دوستای عزیز ثابت فکر میکنین. خیلی مشتق وای که یک دانه باشه چی میشه؟ یک منفی، این وای ثابت فکر میکنین، تنها x میمونه دوست عزیز، اینال x ای طرف بیرون میره میشنی کوساین x، یک منفی x کوساین x، کوساین x بر y، یک منفی x، درست است نی؟ یک میشه ای طرف میره میشه، درست کوساین x بر y، x بر چی؟ بر y، یک منفی x، متوجه هستین در چیزتون دوستای عزیز که مشتق از چی شد؟ یک منفی x یا یک منفی x ضرب کوساین x بر y. اینال طریقی عمومیش چی رقم است؟ y زبر نظر به x بر y زبر نظر به y. اینال قیمت هایشان رو میمونیم در بالا، قیمتش چند گرفته بودیم مشتقش؟ قیمتش نشان میکنیم که منفی یک بر y کوساین x بر y بود، اما تو بود نی؟ در پایی یک منفی x درست است ضرب کوساین، یک منفی x ضرب کوساین
x بر y. متوجه هستینی؟ x بر y. ایناله. باز این خوب مشتقش گرفته شد. اما اگر در یک انتروالی که چیز قیمتی که براتون داده گفته میره که مشتق گرفتی با در قیمت چی محاسبه کو؟ در نقطه، در نقطه پای و یک ایره حل کن. پای و یک یعنی x قیمتش پای باشه و y یک. اینا رو بین قیمتاش در اینجا که بگذاریم مساوی میشه با n به یک بر y. وای چند است؟ یک. یک بر یک چی میشه؟ یک منفی یک ضربه کوساین اکس بر وای. اکس چند است دوست عزیز؟ پای. وای چند است؟ یک. کوساین پای، کوساین پای، درست است؟ کوساین پای. در پایان یک منفی اکس، یک خودش منفی اکس. اکس چند است دوست عزیز؟ x پای است، یک منفی پای ضرب کوساین x بر y. x تان چند است؟ x تان پای است، پای بر یک کوساین پای. اینا لیه دوستای عزیز ساده میسازی میشن. خب منفی یک کوساین پای، کوساین 180 درجه، اون قیمتش دوستای عزیز و یک است، اون یک از نشکل میده منفی یک، درست؟ یک منفی پای. در پایان متوجه هستین؟ یک منفی پای. خب این قیمت هم میگذاریم در پایان که گذاشته شده یک منفی پای. پای قیمتش نشمه. خب دیگه نمیشه ایک کوساین ای میشم دوسته عزیز قیمتش گفتیم یک، نه؟ یک ضربازی کشم میشه یک منفی پای. بالاخره این اگر یک کمک ترتیبش کنید باز میشه که منفی یک بر یک منفی پای. دیگه آجت به تکرارش میشه. جواب آخریش وقتی که قیمت گذاشتیم دوست عزیز منفی یک بر یک منفی پای. انشالله که دوست عزیز ما در این مثال متوجه شدن. حالا یک مثال دیگه کار کنیم که خوبتر بفهمید. اگر ما دوست عزیز اینطور یک تابعی داشته باشیم که x مربع y، x مربع y مثال دو میشه است، جمع دو y مکعب، جمع دو y مکعب، دو y مکعب مساوی است با x مربع y جمع دو y مکعب مساوی است با 3x جمع دو. خب کلش یک طرف میاریم، x مربع y مثبت 2y مکعب منفی 3x جمع 2 مساوی است با 0. اینا اگر ما ببینید دوست عزیز نظر به x مشتق بگیریم، y گفتیم چی فکر میکنیم دوست عزیز؟ y ثابت فکر میکنیم، درست است نی؟ اگر نظر به x مشتق بگیریم y ثابت فکر میکنیم. خب اینا x که مشتق بگیریم 2 x y، درست؟ گفتیم ثابت فکر میکنیم، ثابت که شد این میشه صفر منفی، نظر به x که مشتق بگیریم منفی 3، این از عدد ثابت صفر. مشتقش ببینی که بعد سامد چی آمد؟ 2 x y منفی 3، 2 x y منفی 3، یعنی مشتق y زبر نظر به x، درست هستی؟ 2 x y منفی سه. اینا اگر امی تابیر ما نظر با وای مشتق بگیریم این دفعه دیگه باز چی کار میکنیم؟ اکس ثابت فرض میکنیم. اینا از اول ما از وای که شروع کنیم، از وای دوستای عزیز که شروع کنیم چی میشه؟ اینا ما شما چی گفتیم؟ وای دیگه این دفعه ثابت تصور میکنیم، پس مشتق از این سه کنیم دوستای عزیز ای یک میشه، تنها چی باقی میمونه؟ اکس مربع، درست؟ جمع، یعنی خود نظر با وای دیگه مشتق میگیریم، 3 × 2 = 6 وای مربع. خب اینجا دیگه اکس ثابت میشه، یام صفر، عددم صفر، تنها چی باقی میمونه؟ اکس مربع مثبت 6 وای مربع. نتیجه آخریش با چی گفتیم؟ گفتیم وای زبر نظر با اکس بر وای زبر نظر با وای،
مساوی میشه. وای زبر نظر به اکس چی بود؟ دو اکس وای منفی سی. در پایین اکس مربع جمع شش وای مربع، جمع شش چی؟ وای. یعنی به این ترتیب دوستای عزیز ما مشق چیزی که لازم بود گرفته شد، نظر به فرمولی که برای ما شما داده بود که مشق چیز نظر به x که گرفتین دبالا بگیرین y زبر x و نظر به y که گرفتین باز y زبر y به حال تقسیم نشش کنین، اونمو جواب نهایی تان است، یا به اصطلاح عمومیش که بگیریم میگیم که مشتق تعبیر ضمنی گرفت. درست است دوستای عزیز؟ خب یک مثال دیگم در آخر است براتون که عمل کنیم دوستای عزیز، انشاءالله دیگه مشکل براتون پیش نخواهم. ببینیم دوستای عزیز مثال سوم میشه ترست، ما داریم وای با توان 6 منفی وای جمع منفی اکس مربع مساویس و سفر متوجه هستیم. خب اینان ما اگر یک بار نظر به اکس مشتق بگیریم، یک بار نظر به وای، نظر به اکس که مشتق بگیریم وای زبر نظر به اکس، اینوش فکرش عدد ثابت گرفته میشه منفی دو اکس میشنی؟ نظر به وای که مشتق بگیریم وای زبر نظر به وای، مشتق زیر بگیریم ایده عدد ایده گفتیم ثابت فکر میکنیم سفر، شش وای با توان چند؟ 5 منفی از وای تنها 1. نتیجه آخر چی گفتیم؟ برای اینکه جواب نهایی رو پیدا کنیم گفتیم وای زبر نظر به اکس بر وای زبر نظر به وای مساوی میشه به چی؟ این وای زبر نظر به اکس منفی 2 اکس، وای زبر نظر به وای 6 وای با توان 5 منفی 1. اینی دوستای عزیز مشتق ضمنی. انشاءالله که دوستای عزیز ما کدام مشکل برشان دهی باقی نمانده باشه، اگر کم دقت کنین کدام مشکل انشاءالله پیش نمه. دوستای عزیز بازم اگر سوال بود آزادانه میتونین دوستای عزیز از ما پرسان کنین. خب بعض اوقات مشتق ضمنی هست دومش هم میگه مشتق دومش رو بگیرین، ضمنیست ولی مشتق دوم. ایران ببینیم که یک مثالش براتون کار کنیم. مشتق دومش مثلا برای ما یک تابیر داده x مربع جمع y مربع مساویس و x مربع منفی y مربع مساویس و 1. مشتق ضمنی زیره که بگیریم، ما شما چی گفتیم دوستای عزیز؟ اگر y نظر به x مشتق بگیریم مثلا اینه میره y زبر نظر به x که مشتق بگیریم توان به ضریب تبدیل میشه 2x، از عدد ثابت 0. اگر بگیریم y زبر نظر به y مشتق بگیریم باز x از 0 این 2y منفی 2y. خب نتیجه نهاییش چی؟ y زبر بر x بر y زبر بر نظر به وای مساوی میشه با منفی دو اکس بر منفی دو وای، چیز این مثبت است دو اکس بر دو وای. صحیح دوست عزیز؟ خود دو هم رو دو میشه خلاص، وای زبر نظر به اکس بر وای زبر نظر به وای مساوی میشه با اکس بر منفی وای یا اکس بر منفی. اینی دوست عزیز مشتقش گرفته شد. خب اینا یک گپ دیگه اینجا پیش میاد دوست عزیز و او چی هست؟ اگر مشتق دومش بخواه، این خب مشتق اول، اگر مشتق دوم بخواه چطور پیدا میگیریم دوست عزیز؟ مشتق دوم با دو صورت مثل اونمو چیز دوست عزیز حاصل تفریق، این خب یک مشتق ساده شد دیگه، باز میتونیم مشتق دومش وای دو زبر اگر بگیریم مشتقش باز اونمو قانون یو زبر وی منفی وی زبر یو بر فی مربع اهل بیتت، یعنی یه طوره که وای دو زبر مساوی میشه. خب ببینین چیزایی که مشتقش گرفته میشه چی است؟ اکس است نظر به
وای. خب اگر اجازه تون باشه دوستان عزیز، مشتق دو ما برای ساعت دیگه میمونیم، برای اینکه گدبت نشه. همین تنها یک حالا چه باز مشتقات زمینی اگر وان داریم، مشتق دوم زمینی تابعی رو برای دیگه روز باز کار میکنیم. خب امروز همین مشتق زمینی در یک مشتق اول خب انشاءالله یاد گرفتیم، درست است نید دوست عزیز؟ این رو ببینیم چی رقم مشتق گرفتیم. ایکس مورا برا وای ثابت فرض کردیم، ای دو ایکس ثابت که فرض کردیم، خب مشتق شد صفر. ای را که نظر با وای گرفتیم، ایکس ثابت فکر کردیم، این دو وای شد. فرمولش چی بود؟ وای زبر بر ایکس بر وای زبر بر وای، یعنی مشتقش دو ایکس از این منفی دو وای، دو دو, دو خلاص، جوابش ایکس بر منفی وای. اینا فکر میکنم 3 4 5 مثال کار شد، ان شاء الله کدام مشکل براتون پیش نخواهد آمد. دوست عزیز، اول براتون با عنوان فعالیت صنفی یک سوال میتیم که شما مشتق ضمنی شه بگیرید. دوست عزیز، خب مشتق ضمنی ایکس وای مربع، ایکس وای مربع منفی وای، منفی وای مثبت یک مساوی با صفر. این دوست عزیز این مشتقش بگیرید، انشاءالله که کدام براتون مشکل پیش نخواهد آمد. فعالیت صنفی این زمین تابع مشتق ضمنی شو بگیرید، مشتق ضمنی آن را بگیرید. این دوست عزیز فعالیت صنفی شروع کنین. اگر مشکل پیش آمد تلفن در اختیارتان هست، میتونین آزادانه از ما با سوال کنین. تشکر از توجهتان.